همونجور که استحضار دارید، متاسفانه هفته گذشته در تقریبا همچین روزی زلزله بزرگی به قدرت 6.4 ریشتر شهرستان بندرعباس و به خصوص شمال شهرستان بندرعباس رو تحت تاثیر قرار داد. در پی این زلزله متاسفانه روستاهای شمال شهرستان بندرعباس در بخش پین و همچنین بخش مرکزی و سیاهو صدمات جدی دیدند. با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر بایستی خدمات امداد نجات خودش رو شروع میکرد، ما تیمهای امداد نجاتمون رو گسیل داشتیم در همون لحظات اولیه به منطقه حادثه. از پایگاه آبشیرینمون که در همون منطقه مستقر بود شروع کردیم و ارزیابی ها رو انجام دادیم. اقدامات اولیه ما برپایی چادر و اسکان اضطراری هممیهنان زلزله زدمون در روستاهای گیشان و زورتو همچنین آبشیرین و رودشور بود که بیشترین اسارت ها رو در واقع در منطقه دیده بودن. پیرو اون بازدید هایی که به عمل اومده بود و ارزیابی هایی که صورت گرفته بود، بقیه اقدامات ما بر خصوص توزیع اقلام امدادی نیز صورت گرفت. تا این لحظه که خدمت شما هستیم بیش از 6000 دستگاه چادر در بین اهالی که متاثر از زلزله بودن و نیاز به اسکان اضطراری داشتن توزیع شده. بیش از 4000 تخت پتو بین زلزله‌زدگان توزیع شده و همچنین ما اقلامی که مورد نیاز این عزیزان بوده رو تهیه و دپو کردیم و همچنین اینکه ما تونستیم تا این لحظه اقلام مورد نیازشون از جمله والور، نایلون پوشش چادر و سایر اقلامی که باز کمک‌های مردمی بوده و دستگاه‌های مختلف بوده هم جذب کنیم و بین این زلزله‌زدگان توزیع کنیم. ما تا آخرین لحظه ای که در واقع نیازهایی که از طرف جمعیت بتونه کمک کنه به این عزیزان در خدمتشون هستیم و تیم‌های عملیاتی ما از خود استان هرمزگان، از کلیه شهرستان‌ها ما گسیل داشتیم به این عملیات، از استان‌های کرمان و فارس نیز تیم‌های عملیاتیشون در منطقه حضور داشتن و اقلام امدادی رو از کلیه تقریبا از بیش از 7-8 شهر استان مختلف ما جذب کردیم که بتونیم در خدمت این عزیزان در منطقه زلزله باشیم. ممنون از علامت هلال احمر. خوبه زلزله بودم بنده خدا و همدانه چادر برامو پتو بعد چرا به تو بگم مواد غذایی دستشو در نکن اصلا به ما یه ذره کم شدن آدم. ما از مسئولین محترم جمهوری اسلامی خواستار اینیم که در اسرع وقت یه سرپناهی برای ما ساخته بشه. الان تا الان کمک هاشون دستشون درد نکنه. مشکل اصلی توش؟ مشکل اصلی ما آب چشمه که قطع شده، آب کشاورزی و بعدم خونه برامو ساخته بشه که تو فصل زمستون الان به هیچ عنوان ما قادر به ماندن زیر چادر نیستیم. باد بارون روزام که گرمه، شبا سرد، باد بارون یه با دیگه الان شروع میشه و حتما باید ما یه سرپناهی داشته باشیم. کمک اصلی ما الان فقط یک چیزی بهداشتی، سرویس بهداشتی نداریم که الان اینجا مشکل داریم. مشکل سرویس بهداشتی داریم، وگرنه دیگه چیزی چادر که داریم وصل بهم دادن. یک فرجان از بچه هلال احمر راضی هستی؟ بله 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 راضی، خدا ازش راضی باشه. هیچی کم و کسر ننهادم شما؟ نه نه نداریم. چه توقعی تو باز از مسئولی؟ مشکل تو چند؟ چی چیزی کم تو هست؟ خونه همون خرابون سیمان مبادن یه خونه برامون بسازن. فقط مشکل خونه؟ نه مشکل خونه ما. با سلام، ما پیمانکار بنیان مسجد در استان هرمزگان. ما یه روز بعد از وقوع زلزله در اینجا مستقر شدیم در استان رودشور. کار عملیات پاچبرداری، تخریب و پیچنی و نقشه‌برداری رو انجام دادیم و الان هم تا حدودی مساله پاک کار هست و نیروهای پیمانکاری الان در حال کار هستن. فقط یه سری مشکلات آبرسانیه، انشالله به امید خدا درست بشه. سعی و تلاش خودمون میکنیم انشالله تا چند روز قبل از عید اونا را تحویل مردم بدیم.